با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید در این هفته نخست به آخرین تحولات گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان آمریکایی و آلمانی خود پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور می‌پردازیم نگاهی داریم به عملیات پلیس بلژیک علیه یک گروه تندرو اسلامگرا که دو کشته در این کشور به جای گذاشت از روند حضب نوازندگان و همسرایان زن در برنامه های موسیقی ایران خواهیم گفت و گزارشی داریم از همایش سراسری اصلاح طلبان که پنجشنبه هفته گذشته در تهران بدون حضور محمد خاتمی و حاشمی رفسنجانی در تهران برگزار شد. با ما همراه باشید. هفته گذشته گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان آمریکایی و آلمانیش آغاز شد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان میگوید مذاکرات هسته ای ایران وارد مرحله ای شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس به غرب هشدار داد گروهی از نمایندگان مجلس طرح غنیسازی اورانیوم در هر درجه دنبال می کنند. وزیر امور خارجه آلمان می گوید مذاکرات هسته ای ایران وارد مرحله سرنوشت‌ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. همتای ایرانی وی نیز این مذاکرات را فرصتی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته است. محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود اظهار داشت ما یازده سال را از دست داده ایم و شرایط بهتر نشده است به همین خاطر هم باید از این فرصت برای دستیابی به عدالت صلح و امنیت استفاده کنیم وزیر خارجه ایران سپس به نقش آلمان در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که او اطمینان دارد با مشارکت آلمان میتوان به این هدف دست یافت. وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای وارد مرحله ای سرنوشت شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. فرانک والتر اشتان مایر گفت مجاری دستیابی ایران به سلاح هستهای باید بدون هیچ تردید و ابهامی به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم نیز گام به گام لغو شود وزیر خارجه آلمان همچنین تصریح کرد ما توافقنامه موقت ژنو را دو بار تمدید کرده ایم اما در آخرین نشست نیز بر سر این امر توافق داشتیم که نمیتوان مذاکرات را برای دوره ای نامحدود تمدید کرد. هیئت مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به ریاست عباس عراقچی و وندی شرمن معاون وزرای خارجه دو کشور روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به مذاکره نشستند. یکی از اعضای هیئت ایرانی گفت که در مذاکرات دو جانبه با آمریکا درباره همه موارد از سانتریفوژ و تحقیق و توسعه گرفته تا موضوع مهم تحریم ها صحبت می شود و همچنین سخنان محمد جواد ظریف درباره لزوم ارائه پیشنهادات تازه و جامع را مورد تاکید قرار داد و گفت که طرف مقابل نباید بر تکرار مواضع پیشین پافشاری کند در رویداد دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با جمعی از علمای قوم در این شهر گفت نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن اگر غرب تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند ایران غنیسازی اورانیوم را در هر سطحی انجام خواهد داد علی لاریجانی به طور تلویحی به مخالفت کنگره آمریکا با پیشبرد مذاکرات و طرحهای این کنگره برای ادامه تحریم علیه ایران اشاره کرد و گفت رفتاری که آمریکایی ها و غربی ها در مذاکرات اخیر داشتند بسیار تأسف بار بود و نشان دادند قابلیت کافی برای حل موضوع را ندارند ولی در ایران این موضوعات با هوشیاری رسد می شود. در همین حال محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت به کشورهای غربی هشدار داد و گفت در صورت وقت کشی مجلس ایران طرحی را که در حال حاضر با دویست امضا مسکوت گذاشته شده است ارائه خواهد کرد که بر این اساس دولت ملزم به انجام غنیسازی 60 درصدی شود. به گفته وی نمایندگان مجلس فعلا این طرح را مسکوت اند تا روند مذاکرات فعلی به خوبی طی شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که او احتمالا امروز جمعه دوباره با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ای ایران دیدار خواهد کرد و این دیدار نیز در پاریس انجام می شود. آقای ظریف مذاکرات روز چهارشنبه با آقای کری را موثر خوانده و گفته است که تصور می کند این مذاکرات آمادگی طرفین برای حرکت به جلو و تسریع روند مذاکرات را به نمایش می گذارد. وزیر امور خارجه ایران اکنون در برلین به سر می برد و قرار است که پس از آن به بروکسل و پاریس سفر کند. ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک از روز 28 دی دور جدید گفتگوهای هسته‌ای خود را آغاز می کنند. ایران و آمریکا در این فاصله مذاکرات دو جانبه ای انجام می دهند که روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو سوئیس آغاز شد. هفته گذشته در عملیات پلیس بلژیک علیه یک گروه تروریستی اسلامگرا دستکم دو نفر کشته و چندین نفر نیز بازداشت شدند. دادستانی کل بلژیک از ده عملیات بازرسی پلیس علیه افراد مزنون در سراسر کشور خبر داد. در رویداد دیگری پاپ فرانسیس گفت که تحریک دیگران با توهین به دین آنها خطاست. است. یک شبکه تلویزیون بلژیک شامگاه پنجشنبه خبر داد که در یک عملیات ضد تروریستی رخ داده در بلژیک دو نفر کشته شدند. به گزارش رسانه ها این حادثه در شهر ورویه اتفاق افتاده است. شهر ورویه در استان لیژ و در 25 کیلومتری با شهر آخن آلمان فاصله دارد. خبرگزاری بلژیکی بلگا به نقل از مقامهای های دادستانی این کشور گزارش داد که درگیری در نزدیکی مرکز شهر اتفاق افتاده. در همین حال، دادستانی کل بلژیک خبر از کشته شدن دو تن و زخمی شدن یک نفر توسط سه جوانی داده که به تازگی از سوریه به بلژیک بازگشته بودند. به گفته ی وی، این سه جوان زیر نظر پلیس بودند و مکالمات تلفنی آنها شنود میشد او افزود این سه جوان در حال برنامهریزی برای اجرای عملیات تروریستی بودند همچنین یک فرد مسلح در مترو شهر ورویه در حالی که شعار الله و اکبر سر داده بود بازداشت شده است دادستان کل بلژیک همچنین گفت در مجموع ده عملیات بازرسی در سراسر سر کشور علیه افراد مزنون انجام گرفته است که در این ده عملیات هیچ یک از افراد پلیس زخمی نشدند. در رویداد دی دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک جهان که در فیلیپین به سر میبرد از حق آزادی بیان دفاع کرده ولی همزمان گفته است تحریک دیگران با توهین به دین آنها خطاست. بنینو آکینو رئیس جمهور فیلیپین هم برای استقبال از پاپ به فرودگاه رفته بود. در رویداد مرتبط دیگری با ماجرای ترورهای پاریس صدر آلمان از روحانیون و مسلمان خواست در آموزش های تبلیغی خود بین اعتقادات مسلمانان و تروریسم اسلامگرایانه مرزبندی کنند. آنگلا مرکل در مجلس این کشور گفت ترور به نام اسلام اهانت به خداست. آنگلا مرکل صدر آلمان که در مجلس آلمان سیاست دولت را توضیح می‌داد گفت آلمان با فرانسوی ها اعلام همبستگی کرده است او افزود آلمان از کشته شدن 17 انسان بیگناه به لرزه در آمده و متحیر است خانم مرکل تصریح کرد آلمان و فرانسه در این روزهای سخت در کنار همند اگر در فرانسه امنیت نباشد آلمان نیز امنیتی نخواهد داشت صدر آلمان به حملات متعدد تروریستی در جهان در گذشته دور و نزدیک اشاره و تاکید کرد ترور هرگز از بین نرفت ترور همیشه وجود داشت مرکل در توضیح اظهارات خود به جنایت های اعمال شده بر یهودیان در اردوگاه های نازی های در جنگ جهانی دوم یا قتل های گروه تروریستی راستگرای ناسیونالیست های زیرزمینی و همچنین حملاتی که اخیرا اتفاق افتاده مانند حمله اسلامگرایان به موزه یهودیان در بروکسل یا عملیات خونین گروه تروریستی بکوهرام در نیجریه اشاره کرد. آنگلا مرکل بر اهمیت آزادی رسانه ها و رواداری سهه گذاشت و گفت آزادی رسانه ها یکی از بزرگترین گنج های جامعه ماست. شهروند بودن و نه رعیت بودن تنها زمانی امکان پذیر است که رسانه های آزاد وجود داشته باشند. در بسیاری از کشورها آزادی رسانه ها وجود ندارد. پیش شرط وجود این آزادی رواداری یا تحمل است. و این رواداری به گفته مرکل به معنای نداشتن نظر و دیدگاه نیست. خبرگزاری رویترز نوشته است پس از حملات تروریستی در پاریس علیه هفتنامه نامه شالی ابدو که به کشته شدن دوازده نفر انجامید نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای اروپایی به شدت هوشیار شدند. روند حضب نوازندگان یا همسرایان زن در برنامه های موسیقی شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته در کنسرت سالار عقیلی در مشهد همسر وی که نوازنده دف بود پس از اجرای یک قطعه موسیقی از سن پایین آورده شد. این در حالی است که پیشتر مقامات دولت روحانی نسبت به حقوق زنان وعده داده بودند. اما مانند دیگر وعده های آقای روحانی این موضوع هم با عقب نشینی دولت روبرو شد. در کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی عالم قاسموف خواننده معروف جمهوری آذربایجان به دختر وی اجازه همسرایی حضور ندادند. در این رابطه خبرگزاری ایسکانیوز گزارش داد عالم قاسموف در ابتدای برنامه با عذرخواهی از تماشاگران گفت صدای دختر من خسته است و امشب روی سن نمیآید. عالم قاسموف خواننده معروف کشور آذربایجان نیز که در کنسرتش در تالار وحدت تهران از گزنده حسب زنان در امان نماند و همراهی دخترش را در یک اجرا از دست داد گفته است به قوانین ایران احترام میگذارم اما در هیچ کجای دنیا این رفتارها در مورد زنان هنرمند اعمال نمی شود. فرقان قاسموف که در تمام طول این برنامه در پشت صحنه نشسته بود به سایت تخصصی موسیقی ما گفته است اجازه بدهید در این مورد اظهار نظری نکنم. ما در شرایطی قرار گرفتیم که اصلا پیش بینی نشده بود. تنها یک روز پیش از این ماجرا حریر شریعت زاده نوازنده دف و همسر سالار عقیلی که قرار بود در این برنامه همسرش را همراهی کند از صحنه پایین آورده شد. محمد رضا کرمانی مدیر برنامه های سالار عقیلی در این باره به فارس گفته است، همه مجوزهای لازم برای اجرای این کنسرت و تایید همه نفراتی که در این اجرا حضور داشتند از اداره ارشاد خراسان اخذ شده بود. مسئولان این اداره به ما قول داده بودند که برگزاری این کنسرت با هیچ مشکلی مواجه نمی شود. خانم شریعتزاده حتی مشکل پوشش هم نداشتند. با لغو کنسرت های موسیقی در شهرهای مختلف ایران در هفته های گذشته سخنگوی وزارت ارشاد این امر را ناخوشایند توصیف کرده و گفته است طبق قانون باید به کنسرت های دارای مجوز اجازه اجرا داده شود تعداد کمی از کنسرت ها با این مشکل روبرو بودند اما ما همین تعداد اندک را زیاد می دانیم. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد در گفتگو با فارس گفت که وزارت ارشاد موضوع لغو کنسرت ها را پیگیری خواهد کرد. وی افسود وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ای از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا مسائل مربوط به کنسرت در شهرستان ها رعایت شود. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین خبر از تدمین تفاهم نامه ای در رابطه با برگزاری کنسرت ها با نیروی انتظامی داده است. فشارها بر روی اجرای های موسیقی از تابستان امسال با حسب زنان به عنوان همخان و نوازنده در کنسرت ها شروع شد. روزنامه شرق پیش از این در گزارشی از ممنوعیت حضور همسرایان یا نوازندگان زن در اجراهای زنده 13 استان کشور خبر داده بود. حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز در واکنش به حسب زنان در عرصه موسیقی پیش از این گفته بود، در گذشته زنان تنها در چند شهر اجازه حضور بر روی صحنه را نداشتند اما در حال حاضر تقریبا همه شهرها دارند هماهنگ میشوند که در گروه نوازنده و همخانه زن نباشد علیرضا قربانی خواننده ارکستر ملی نیز مدتی پیش در اعتراض به حذف شش نوازنده ی زن گروه خود گفته بود اینکه چطور می توانیم زنان را از موسیقی حذف کنیم به نظر من یک بر مقدار برخورنده است و جای تفکر و اعتماد بیشتری دارد پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم در این رابطه به روزنامه شرق گفته است این نوع تفکیک جنسیتی و مستثنا کردن زنان با سیاستهای وزارت ارشاد منافات دارد اگر در شهرستانها زنان برای حضور روی سن مشکل دارند مربوط به دیدگاه وزارت ارشاد نیست بلکه در ارتباط با نهادهای دیگر است تلاش برای حذف زنان از عرصه موسیقی در ایران در حالی ادامه دارد که دولت هنگام انتخابات در این خصوص وعده داده بود و پیش از این هم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در این رابطه گفته بود طبق نظر مراجع اگر صدای تک خانها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند اما با واکنش تندروها خیلی زود جنتی عقب نشینی کرد پنج شنبه 25 دیما اعضای شورای هماهنگی اصلاحات جلسه با عنوان همایش سراسری اصلاح طلبان برگزار کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و اکبر حاشمی رفسنجانی در این جلسه شرکت نداشته و برای آن پیام فرستادند. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شنبه 25 دی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. تعدادی از سخنرانان این همایش از جمله محمد رضا عارف و فاطمه راکعی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند آقای عارف همچنین تاکید کرد اقداماتی برای رفع حصر رهبران معترض به نتیجه انتخابات 88 انجام شده و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به نتیجه برسد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با ارسال پیامی به همایش اصلاح طلبان از دستاندرکاران برگزاری انتخابات خواست که از اعمال شیوه هایی که به گفته او موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می شود خودداری کنند و خود را مکلف به اجرای قانون و حفظ حق انتخاب آزاد و رقابتی مردم بدانند. آقای هاشمی همچنین از آنان خواست که بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حداکثری مردم از جمله فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکلهای سیاسی مهیا کنند محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم در پیامی به همایش اصلاح طلبان اعلام کرد در دولت تدبیر و امید زمینه گرده هم آمدن این جمع با رویکرد کرد نزدیک تر کردن دلها و زمینه سازی برای حضور و مشارکت نشاط گروه ها و تشکل ها و به طور کلی مردم در عرصه سرنوشت فراهم آمده است. تعدادی از سخنرانان همایش اصلاح طلبان نیز خواستار تغییر رویه های گذشته در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شدند از جمله رسول منتجب نیا قایم مقام حزب اعتماد ملی گفت درخواست دارم قاعده ای که در قانون انتخابات و نظارت استثوابی شورای نگهبان که در دوره چهارم مجلس تصویب شده است که در آن اصل بر مجرمیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود تغییر کند در ماهای گذشته خبرهایی از برنامه‌ریزی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس دهم ده منتشر شده است این انتخابات در ماه پایانی سال 94 برگزار می شود. سید هادی خامنه ای از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این همایش گفت کسانی که شجاعت و شهامت پیگیری خواستهای اصلاح طلبی را دارند اگر نام اصلاح طلب نیز نداشته باشند اصلاح طلب محسوب می شوند و بنابراین میتوان گفت کسانی چون علی متحری اصلاح طلبند پس دایره اصلاح طلبی بسیار وسیع است. برخی دیگر از سخنرانان همایش اصلاح طلبان از جمله محمد رضا عارف و رسول منتجب نیا نیز در سخنان خود از ممانعت از نطق علی متحری در جلسه روز 21 دیماه مجلس ابراز تأصف کردند. اصلاح طلبان شرکت کننده در این همایش همچنین با صدور بیانیه ضمن تاکید بر برقراری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی تاکید کردند که مخالفین هم به فرایند مشارکت در انتخابات دعوت و ترغیب شوند. در این بیانیه همچنین بر لزوم احترام و اعتنای هرچه بیشتر به حقوق مشروع زنان و ایجاد بسترهای مناسب برای رفع ستمهای تاریخی وارد بر آنان و ارتقای موقعیتهای شغلی، علمی، مدیریتی و سیاسی آنان تاکید شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالیت حزب جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی ممانعت شد و مسئولین دولت محمود احمدی نژاد و همچنین رسانه های اصولگرایان این احزاب را منحل خواندند. بر اساس گزارش ها حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی که دفترش پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پلم شده بود از مدتی پیش فعالیت خود را از سر گرفته است این حزب شامگاه 21 م مهرماه همایشی با عنوان امتداد اعتماد در تهران برگزار کرد این همایش در حال برگزار شد که پیشتر تعدادی از رسانه های وابسته به محافظ با انتشار خبری به نقل از گروهی که خود را حزب خوانده بودند تهدید کرده بودند که به همایش اصلاح طلبان در روز پنجشنبه حمله خواهند کرد اما به نظر می رسد با عدم حضور محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی با چراغ سبز حکومت تنشی در این همایش رخ نداد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری اعلام کرده است حجم قاچاق کالا در ایران دو برابر کل بودجه عمرانی کشور است یک مقام مسئول در ایران میگوید حجم قاچاق سالانه کالا در ایران 25 میلیارد دلار است حیولای حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به حجم 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال 1392 گفته است که این حجم از قاچاق کالا دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است. هیولا حقیقی که در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و عرض صحبت می کرد گفته است حجم قاچاق کالا در سال 92 معادل 20 میلیارد دلار بوده است که این رقم با احتساب دلار 3000 تومانی معادل 60 هزار میلیارد تومان است در حالی که کل بودجه عمرانی کشور به رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان میرسد یعنی حجم قاچاق کالا در سال 1392 دو برابر کل بوجه کشور بوده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه یک میلیارد و 300 میلیون دلار کالای قاچاق از ده معبر غیر اصلی تحت عنوان کولبری در سال 1392 انجام شده اضافه کرده است. همکنون 37 هزار کولبر در کشور داریم که اگر رقم یاد شده را به ایجاد اشتغال اختصاص دهیم می توانیم برای 175 هزار نفر شغل ایجاد کنیم. به گفته الله حقیقی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با واردات غیرقانونی کالا موجب رشد 16 برابری حجم قاچاق کالا در بیش از سه دهه گذشته و افزایش 24 درصدی ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق در نه ماه امسال شده است. وی همچنین پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی را یکی دیگر از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران دانسته است. فتولای زمانیان رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست گفته است در نه ماه اخیر 449 باند قاچاق را متلاشی و 75200 قاچاقچی را دستگیر کرده ایم که 215 فقره پرونده ارزش ریالی بالای 5 میلیارد دلار داشت. مسعود کرواسیان رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در حاشیه این همایش گفته است قاچاق به دلیل اینکه وسیع است و از حالت فردی خارج می شود جزء جرایم سازمان یافته محسوب می شود. به همین دلیل در قانون مبارزه با پولشویی آمده است مانند قاچاق سوخت مجید رضا حریری از اتاق بازرگانی با نگاه امنیتی این قانون به مسئله قاچاق مشکل دارد. او معتقد است که معزلهای اقتصادی را نمی شود با کنترل امنیتی سرکوب کرد. وی می گوید باید برای برخورد با پدیده قاچاق راه حل اقتصادی پیدا کنیم. نه آنکه با برخوردهای انتظامی صرفاً بخواهیم این پدیده را کمرنگ کنیم. طی سالهای اخیر شماری از مقامهای اجرایی ایران از قاچاق سازمانیافته یافته در کشور انتقاد کرده و از اسکله ها و مبادی ورودی کالا خارج از کنترل دولت صحبت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در تیر ماه سال 1390 گفته بود که شماری از نهادها و سازمانها از طریق اسکله ها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد می کنند و باید جلوی آنها گرفته شود. احمد نژاد در خصوص قاچاق سیگار در ایران گفته بود بین 55 تا 60 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل 2000 میلیارد تومان است این رقم همه قاچاقچیان درجه که دنیا را به تمام می اندازد چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از برخی از نهادها در مورد واردات غیرقانونی کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله های غیر مجاز فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد نهاد تحت فرماندهیش همچون سایر نهادهای نظامی اسکله های نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی شود. پژوهش های ستادی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و عرض نشان می دهد که حجم کالاهایی تنها از طریق معابر غیررسمی مورد استفاده کول بران وارد ایران شده و یا از ایران خارج می شوند بیش از 3 میلیارد دلار است. این میزان پول می تواند 175 هزار فرصت شغلی در مرزهای ایران ایجاد کند و با استخدام همین کول بران خطرات شغلی را نیز برای آنها کم کند. هفته گذشته شاکیان پرونده سعید مرتزوی در لایه 16 صفحه خواستار بازداشت موقت این متهم شدند. تعداد زیاد تخلفات وی و احتمال بروز تبانی منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است. خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان و تأمین اجتماعی با ارائه ای به دادسرای کارکنان دولت خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است وی به ایرنا گفت در لایحه‌ای 16 صفحه‌ای که به بازپرس شبه 15 دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتزوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود. تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تأمین اجتماعی و شستا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتزوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است. به گفته آقای بهرامیان در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان که حدود 150 نفر هستند تحقیقات لازم به عمل آید همچنین در گزارشی که 13 آذر 1392 به عنوان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی 138 شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا به بابک زنجانی پرداخت پاداشهای های هنگفت به مدیران میانی و عالی رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که 37 نماینده مجلس در مجموع مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتزوی پول دریافت کردند و مدیران فعلی سازمان گفتند که نام دریافت کنندگان را تنها خود مرتزوی در اختیار دارد پس از قرائت این گزارش مرتزوی در نامه سرگشاده ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا مختص فقط همین 37 نماینده نبوده است مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به 143 نفر 75 نفر و 67 نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تأمین اجتماعی آخرین مرتبه ششم دیماه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافت در حالی که پیشتر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتزوی در تأمین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دیما آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیرشمول ادامه یافت سعید مرتزوی پرونده های متعددی همچون پرونده قتل های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد مرتزوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد مرتزوی به حکم صادره برای خود اعتراض کرده و مدعی شد که در روند رسیدگی به پرونده اعمال نظر رخ داده و پرونده از مسیر قانونی خارج شده است نعمت احمدی وکیل دادگستری با اعلام تعجب از اینکه برای دادستان سابق تهران با این حجم اتهامات سنگین به جای قرار وسیقه کفالت صادر شده است گفته بود بعد از سالها اشتغال در این حرف اولین بار است که می شنوم برای فردی با این حجم تخلفات قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر می شود او با تاکید بر اینکه مجموعه اتهامهای مرتزوی بسیار سنگین است تاکید کرد که باید برای او قرار وسیقه که سنگین تر از کفالت است صادر می شد. سعید مرتزوی که متهم به قتل زهرا کازمی، جنایت کهریزک و سرکوب روزنامه نگاران است، یکی از بازوهای سرکوب بیت خامنه ایس که تحلیلگران می گویند، پرونده اش با نظارت دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار است مشمول مرور زمان شده و به بایگانی سپرده شود. چرا که رهبر جمهوری اسلامی مخالف مجازات بازوهای سرکوب خود است. بیش از 6000 معلم از سراسر ایران توماری را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و در آن خواسته اند تا با مشکلات معیشتی این قشر برخورد سیاسی صورت نگیرد. علی رغم وعده های حسن روحانی برای بهبود وضعیت معلمان این قشر همچنان با تنگناهای معیشتی روبروست. فعالان سنفی حقوق معلمان در ایران نگران تأثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت آموزش هستند. نارضایتی معلمان از اوضاع معیشتیشان به مجلس کشیده شد. حدود 6 هزار معلم با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواستند که با مشکلات معیشتی این قشر برخورد سیاسی نشود. نویسندگان این تومار همچنین خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. این معلمان تدوین و تصویب قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بهبود وضعیت معلمان کافی ندانسته و تصریح کرده اند که تصویب این قوانین نتوانسته اهداف مورد نظر را تعمین کند. نویسندگان این تومار علت این امر را نداشتن عزم جدی مسئولان برای رفع تبعیض و برقراری عدالت دانستند. آنها نوشتند معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خستند و از برخوردهای سیاسی با مشکل معیشتی ناراضی و از مجلس و دولت انتظار عمل دارند. اسماعیل عبدی دبیر کل کانون سنفی معلمان گفته ما از ارائه این تومار دو هدف داشتیم نخستان که نسبت به شرایط موجود اعتراض خود را نشان دهیم زیرا آموزش و پرورش ایران از تبعیض در رنج است و هدف دوم ما این بود که با مجلس اتمام حجت کرده باشیم که اگر فرهنگیان بعد از این راهکار دیگری را اتخاذ کردند مجلس در جریان آن باشد به خاطر آنکه الان در بدنه آموزش و پرورش التهاب زیاد است و حجم و سطح مطالبات فرهنگیان بسیار بالا رفته است سایت حقوق معلم و کارگر نیز اشاره کرد که این تومار 13 متری توسط نمایندگان کانونهای سنفی معلمان استانهای همدان، کردستان و تهران تحویل مجلس شده است. پیشتر نیز بیش از 100 تن از معلمان و بیش از 150 تن از فعالان سنفی و مدنی و همچنین اتحادیه سنفی معلمان کردستان ایران با امضای توماری از سیاست دولت حسن روحانی در قبال نظام آموزشی انتقاد کرده بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر امضا کنندگان تومار گفته بودند که دولت جدید نه تنها بر مشکلات پیشین فایق نیامده است بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی مشکلات معلمان دانش آموزان و خانواده ها افسوده است آنها همچنین از سیاست علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرده چرا که به گفته آنها آقای فانی اقدامی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از جمله پایین بودن دستمزد و برخورداریشان از حمایت اجتماعی و فرهنگی مانند بیمه تکمیلی و بیمه درمانی نکرده است. امضا این تومار در نهایت تاکید کردند که نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل کرده است. طبق بخشنامه هیئت وزیران که از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، حقوق معلمان و فرهنگیان در سال 93 حداقل 600 هزار تومان و حد اکثر 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. بر اساس مطالعات کارشناسان خط فقر در تهران در سال 1393 برای یک خانواده پنج نفری ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار تومان است. سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر بدرود.